به نام خداوند بزرگ. سلام دوستان عزیز، امید که صحتمند و سر حال باشید. خوش آمدید به چنل یوتیوب تازه گزارش با گزارش جدید دیگر. یادتون نرود که چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، علامت زنگ را فعال کنید تا از گزارش های آینده ما نیز با خبر باشید. این ویدیو ما را لایک کنید، منتظر نظریات شما می باشیم. واکنش اشرف غنی و دکتر عبدالله عبدالله در مقابل شهادت یما سیاوش چگونه است؟ در ادامه با گزارش بیشتر با تازه گزارش باشید. از آنجایی که همه ما خبر هستیم، متاسفانه دیروز جوان فعال و خبرنگار زحمتکش این کشور را که به نام یما سیاوش بود از دست دادیم. وی دیروز جام شهادت را متاسفانه نوشید و آنجا بود که دکتر عبدالله عبدالله در صفحه فیسبوک خود برای وی و خانواده وی چنین نوشته است: پیام تسلیت شورای عالی مصالحه ملی در پیوند به شهادت یما سیاوش. خبر ناگوار شهادت یما سیاوش، جوان فعال و خبرنگار زبردست و نامدار کشور، غم‌انگیز و اندوهبار بود. یما سیاوش خبرنگار توانا و صدای بلند عدالت خواهی و آزادی طلبی بود که سالهای زیادی برای تقویت و تحقق آزادی بیان، عدالت اجتماعی، برابری و صلح و ثبات در کشور فعالیت کرد. کارنامه‌های درخشان رسانه‌ای یما سیاوش بر هیچ شهروند این کشور پوشیده نیست. هدف گرفتن چهره‌های جوان و دانش آموختگان ورزیده، دشمنی آشکار با نسل تغییرخواه و دیگراندیش است. این جنایت نابخشودنی و فراموش ناشدنی است. از نهادهای کشفی و استخباراتی کشور می‌خواهیم که با اقدامات جدی عاملان این رویداد تروریستی را شناسایی و بسزای اعمالشان برسانند. هدف گرفتن خبرنگاران و صداهای بلند رسانه‌ها در واقع هدف گرفتن آزادی بیان است. نبود یما سیاوش در این شرایط حساس ضایعه بزرگ برای کشور است. ضمن عرض تسلیت به خانواده گرامیشان، مردم افغانستان و خانواده رسانه کشور برای شادروان سیاوش بهشت برین تمنا داریم. دکتر عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی. اما از سوی دیگر، رئیس جمهور کشور عزیز ما افغانستان اشرف غنی برای خانواده یما سیاوش عرض تسلیت نموده و این جنایت نابخشودنی را محکوم کرده است. که این محکوم کردنها و تسلیت گفتنهای اینها هیچ دردی را دوا نمی کند و نه دوباره فرزندهای شهید شده این کشور را برای والدینشان و برای خانوادهشان بر می گردانند. خواستهای همه مردم از دکتر عبدالله عبدالله و اشرف غنی این است که صلح و ثبات در افغانستان بیاورد، چون مردم افغانستان از جنگ و جدل خسته شدند. ما نیز یک بار دیگر این ضایعه بزرگ را برای خانواده یما سیاوش و برای تمام ملت افغانستان تسلیت عرض می داریم. از خداوند برای خانواده وی صبر جمیل و برای یما سیاوش بهشت برین خواهانیم. شما نیز در قسمت کامنت نظرت خیش را با ما شریک بسازید. یادتان نرود که نیاز به حمایت شما داریم. تا گزارش دیگر، بدرود.